شانزدهم شهریور ماه 1400 خورشیدی و 17 سپتامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی. پرده آخر هم خواهیم داشت آخر برنامه. اسماعیل خطیب متولد سال 1340 در شهرستان قائنات، قائن استان خراسان، خراسان جنوبی. موقع انقلاب خطیب وقتی 1340 باشه یعنی 17 سالشه، موقع انقلاب 57. در 19 سالگی از آدمایی است که محسن رضایی میرقائد میبرتش به اطلاعات سپاه، یعنی سال 59. وزارت اطلاعات سال 1362 تأسیس میشه و خطیب از سال 1364 تا 1170 معاون، در واقع معاونت نهضت‌ها در این وزارت خونه رو داره که حالا خواهم گفت که این ماجرای معاونت نهضت‌ها چیست. سال 1370 مختصری دارم اول میگم که دستون بیاد بعد. خب سال 1370 میشه رئیس اداره رسمن و اسمن میشه رئیس اداره اطلاعات قم، اداره کل اطلاعات قم. به گزارش رویداد 24، خطیب در ماجرای حصر مرحوم منتظری و همچنین اتفاقات سال 88 ریاست اداره اطلاعات قم را بر عهده داشته است. همچنین در ماجرای 15 خرداد 85 که به مرحوم رفسنجانی در حرم حضرت معصومه اهانت شده بود. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اسماعیل خطیب حدود 17 سال رئیس اداره اطلاعات قم بوده. سال 1389 تا 1391 خطیب می شود رئیس حفاظت دفتر رهبر معظم، یعنی زمانی که علی اصغر حجازی به دلیل مخالفتش با تیم، با دولت دوم احمدی نژاد، خلاصه با تیم به اصطلاح انحرافی دولت احمدی نژاد کنار گذاشته میشه از بیت، کمرنگ میشه خیلی و الان البته دوباره برگشته حجازی سر پستش، خطیب رو میذارن به عنوان رئیس حفاظت بیت. بعد صادق لاریجانی که میشه رئیس قوه قضاییه، خطیب رو میاره تو قوه قضاییه سال 91 و تا سال 98 خطیب رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. بعد رئیسی که از آستان قدس میاد میشه رئیس قوه، بعد از رئیسی میدونید که از قوه قضاییه در تمام 40 سال گذشته تو قوه قضاییه بوده. از قوه قضاییه 2 سال، نزدیک 3 سال می شود تولیت آستان، متولی آستان قدس به اصطلاح با حکم خامنه ای. بعد وقتی که دوره 10 ساله که 9 سال و نیم بیشتر نمیشه، البته با اون بحرانایی که برای صادق لاریجانی و خانواده لاریجانی اصولا پیش آمد، صادق لاریجانی رو بعد از 9 سال و نیم که ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشت با خواست خودش و البته با خواست رهبرش کنار میره، میگن دوره 5 سالش تموم شد و کی میاد جاش؟ رئیسی. سال 98 رئیسی که میاد میشه رئیس قوه قضاییه، خطیب و میذاره رئیس حفاظت اطلاعات آستان قدس، میدتش به مروی. مروی هم بلافاصله بعد از رئیسی حکم میگیره از خامنه‌ای که بشود متولی آستان قدس و خطیب میره آستان قدس برای این 2 سالی که 2 سال و نیمی که رئیسی میاد توی قوه قضاییه در ریاست قوه قضاییه. سال 1400 که رئیسی میشه رئیس جمهور، خطیبو میارتش تو دولت خودش به عنوان وزیر اطلاعات، در واقع قرضش میده به آستان قدسی که خودش توش بوده، قرضش میده به مروی برای حدود 2 سال و بعدم ازش پس میگیره. خب در مجلس اون نمایش رأی اعتماد دادن به 19 وزیر کابینه که یکشون رأی نیاورد، حالا آقای محسن زنگنه نماینده مجلس
در دفاع از وزیر اطلاعات شدن خطیب نطق میکنه. بشنوید. جناب آقای خطیب در اداره کل اطلاعات قم 12 سال مسئولیت مدیر کل اطلاعات قم رو داشتن، یک شهر حساس، و قبل از اون 6 سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت‌ها در اونجا کار میکردن. اونم در چه شرایط حساسی؟ در سال 68 تا 72 در 2 دولت آقای هاشمی، در دولت اول آقای خاتمی، در دولت اول آقای احمدی نژاد، اگر قرار بود یک فردی کارآمد نباشد، اولا نباید 12 سال یا 20 سال و یا حتی 40 سال در مسئولیت‌های امنیتی باشه. پس این برای ما یک معیار. چیزی که نمیگه اینه که خطیب گماشته خامنه‌ای بوده که در تمام این دولت‌ها بود، در اطلاعات در تمام این سال‌ها دولت‌ها اومده و رفتن و خطیب سر جاش مونده. چرا؟ چون گماشته رهبر معظم است. در تمام این سال‌ها و مخصوصاً در اداره اطلاعات قم با برادران طائب همکاری نزدیک داشت. حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه و مهدی طائب داداشیش رئیس قرارگاه راهبردی عمار مجتبی خامنه‌ای. اینا از طرف خامنه‌ای سال‌ها مسئول سازماندهی جاسوسی از آخونده و طلبه های حوزه علمیه قم بودن و این در همکاری با خطیب رئیس اداره اطلاعات قم عملی می شد. در تمام حدود 20 سالی که 20 سالش هم خواهم گفت، حدود 16 سالش رسمی بود، 4 سال بعدش هم اصلا مسئول قبلش در واقع مسئول اطلاعات تشکیلات اطلاعات در قم بود خطیب، که بعدن سال 1370 می شود اسمن هم می شود رئیس اطلاعات قم. تنها کسایی که مخالف خطیبن در مجلس به اصطلاح طرفدارای یا بیرون مجلس طرفدارای مصباح یزدی هن، به ویژه در قم که جلسه های سخنرانی رفسنجانی و علی لاریجانی رو به هم زدند و گله هاشون از خطیب این است که اون موقع که تو ما این کارا رو میکردیم و تو رئیس اداره کل اطلاعات قم بودی، چرا از ما حمایت نمیکردی و سعی میکردی اعتراضهای ما رو همیشه یه جوری جمع و جور کنی؟ همین محسن زنگنه که یک که صحبت شنیدیم نماینده مجلس یا یک شهریور 1400 مجلس نطق میفرمود در حمایت از اسماعیل خطیب، جواب میده. دوستان ایراد میگیرن به اینکه ایشون در زمان تصدی در وزارت اطلاعات در قم به نیروهای انقلابی و غیر و ذالک بر اساس شنیده ها توجه نداشتن. خب ما ببینیم بعد از وزارت اطلاعات ایشون به کجا رفتن. ایشون در سال 89 بعد از اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری میرن. در سال 91 به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میرن و تا پایان دوره رئیس سابق قوه قضاییه در اونجا مسئولیت داشتن. محسن زنگنه در ادامه صحبتش میگوید در بحث جاسوسی در شهر قم و در طول 16 سال حضور حجت الاسلام خطیب در اداره اطلاعات این شهر، کارهای بزرگی مانند پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته است. این دوره مهمی است. خطیب از 1364 تا 1370 عرض کرده معاولت نهضت‌ها در وزارت اطلاعات رو داشته. بعد سال 70 میشه مدیر اداره کل اطلاعات قم. تو اون 6 سالی که معاونت نهضت‌ها معاونت نهضت‌ها رو داشت در وزارت اطلاعات، علیه سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری اسناد و مدارک لازم برای پرونده سازی تهیه کرد. سید مهدی هاشمی، اشاره های قبلا هم کردم، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران بود و آدم گنده ای بود اون موقع بین سپاهی ها و کلا تو حکومت. مسئول نهضت های آزادی بخش سپاه بود که یه چیزی مثل نیروی قدس امروز بود در واقع. این نهضت های آزادی بخش یکی از مراکزی بود که معاونت نهضت ها در وزارت اطلاعات، یعنی همین اسماعیل خطیب که الان شده وزیر اطلاعات دولت رئیسی، روش زوم کرده بود تا هدف در واقع این بود که مسیر حذف آیت الله منتظری رو از کل حکومت هموار بکنن. پرونده مهدی هاشمی پرونده ایست که علیه
برادر داماد در ظاهر اینه علیه برادر داماد آیت الله منتظری ساخته میشه مهدی هاشمی و در واقع شروع مسیر حذف آیت الله منتظری همین پرونده است که به پرونده ایران کنترا یکی از اسمایی که روش گذاشتن وصل. در واقع سال 1365 در جریان جنگ ایران و عراق معامله مخفیانه صورت میگیره بین جمهوری اسلامی و دولت وقت آمریکا، دولت رونالد ریگان، سر آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان و در عوض فروش سلاح آمریکایی به ایران. فقط خمینی و یکی دو نفر از بیت او، سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و نماینده هاشمی رفسنجانی در این معامله، یعنی محسن کنگرلو از اطلاعاتی اول انقلاب، در جریان بودند. آیت الله منتظری که قائم مقام رهبر بود به اصطلاح، در جریان این ماجراها اصلا نبود، قرار نداشت و از طریق افراد نزدیکش از این معامله باخبر شد که در خاطرات آیت الله منتظری در صفحه‌های 338 و 339 آمده است که من کوتاه این تیکه که به این موضوع مربوط میشه خدمتون میخونم. ایشون میگن که در صفحه 338، من فکر میکنم ریشه قضیه این بود که برخی افراد برای بعد از امام نقشه میکشیدند و گمان میکردند در بیت من سید مهدی و سید هادی کارگردان اصلی قضایا هستند و با وجود اینها دیگران نمیتوانند به من خط بدهند. آنان میخواستند همان وضعیتی را که زمان امام در بیت امام داشتند در بیت من هم داشته باشند و اینها را مزاحم کار خودشان میبینند. به نظر من اینها میخواستن مرا خلع سلاح کنن. همش درباره همین رفسنجانی زدایی، ببخشید عذر میخوام، آیت الله منتظری زدایی، اصولا خانواده منتظری زدایی در واقع از کل نظام مقدس جمهوری اسلامی. و میگن به نظر آیت الله منتظری، میگوید در خاطراتش، به نظر من اینها میخواستن مرا خلع سلاح کنن و همه امکانات نیروهایی که به یک شکلی به من مربوط میشد زیر سوال ببرن تا بعد بتوانن برنامه‌های بعدی خود را به راحتی اجرا کنن. البته من نمیخواهم بگویم سید مهدی هاشمی که آدم قدیسی بود، ولی مسئله اینها هم مسئله سید مهدی نبود. این اختلاف نظر همیشه بین نیروهای مختلف بوده و من باور نمی کردم که در جمهوری اسلامی این قبیل حق کشی ها انجام شود. البته افشای قضیه مکفارلن هم در مجله الشراء لبنان که به وسیله سید مهدی انجام شد در تشدید این قضایا نقش داشت. بعد در ادامه در همین خاطرات می گوید که روزی اکبر هاشمی رفسنجانی به قم آمد و به بیت ما آمد. من از ایشون درباره این ماجرا سوال کردم که قضیه چیه و آقای هاشمی رفسنجانی ایشان تعجب کردن و گفتن که از کجا به این مسئله پی بردید. گفتم از طریق جنها. هاشمی گفت بنا داشتیم بعدن خدمتتان عرض کنیم. پس از آن احمد خمینی هم آمد، این همین سوال جواب هم شد که شما جریان مکفارلن از کجا فهمیدین. گفتم از طریق جنها و از این صحبت. دلیلی که، یعنی راهی که آقای منتظری، آیت الله منتظری از این ماجرای مخفیانه معامله خمینی با دولت دونالد ریگان خبردار می شود، این است که آقای قربانی فر که دلال این معامله اسلحه بود بین ایران و بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، در واقع او نامه هایی رو که دو تا نامه میفرسته، اول از طریق امید نجف آبادی برای از نزدیکان آیت الله منتظری، برای آیت الله منتظری، آیت الله منتظری از طریق این نامه ها مطلع میشه، در واقع فوتوکپی نامه هایی که مربوط شاید به این قرار داد. اینها رو طبق همین کتاب آیت الله منتظری، خاطرات آیت الله منتظری، صفحه 339 آیت الله منتظری مستقیما از طریق نامه‌ای که آقای قربانی فر میفرستن برای ایشون مطلع میشن این قضیه، که آقای منتظری میگه اصلا من قربانی فر رو هیچ وقت هم ندیدم و نمیشناسمش، ولی مهم این بود که با علم آقایان، یعنی آقایان بیت خمینی، با علم کردن این مسائل میخواستند به طرفهای آمریکایی خود بفهمانند
که ما با طرفداران صدور انقلاب به قول آمریکایی ها تروریسم و با مخالفان این مذاکرات و افشا کنندگان آن برخورد کردیم. یعنی وقتی که حکم اعدام داماد آیت الله منتظری دادن، علت هم این بود که خب این قضیه رو همونطور که آقای منتظری اشاره کردند، افشای این قرارداد پنهانی اسلحه بین ایران و آمریکا در سال 1365 ایران کنترا در روزنامه یا هفتنامه اشرا لبنان توسط مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری انجام شد و در واقع همون دو نامه ای رو که دلال اسلحه این معامله در واقع فرستاده بود برای بیت آیت الله منتظری، مهدی هاشمی گرفت و اینها رو منتشر کرد. خب و بعدم این شد بهانه برای اینکه حکم اعدام بدن بهشون. در تمام این داستان ها میخوام این نتیجه رو بگیرم، اسماعیل خطیب که الان شده وزیر اطلاعات دولت رئیسی نقش داشت و اصلا مسئول، یعنی در واقع در وزارت اطلاعات زیر نظر رئی شهری که اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود، آقای اسماعیل خطیب مسئول تمرکز بر نهضت ها بود که رئیسش مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری بود. خب مهدی هاشمی مهر 1366 اعدام میشه و مسیر منتظری زدایی از حکومت جمهوری اسلامی سرعت میگیره. آیت الله منتظری معتقد بود که احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی میخواستن به هر تقدیر سید مهدی و سید هادی هاشمی که داماد آیت الله بود و حذف کنن و همونطور که خوندم از روی خاطراتشون، چون میدونستن تا زمانی که این دوتا هستن نمیذارن که دیگران به بیت ایشون یا به خود ایشون خط بدن. سید هادی هاشمی داماد آیت الله منتظری هم همون موقع زندانی و تبعید شد که حالا اون داستان مجزایی است که بعضی خبرها میگوید بعد از زندان فرار کرد و اینها. حالا فشارها بر آیت الله منتظری بیشتر شد، به خصوص بعد از اعتراض ایشون به اعدامهای تابستان 67. در تمام این سالها اسماعیل خطیب صحنه‌گردان منتظری زدایی بود، رئیس اداره اطلاعات قم بود. از 9 فروردین 1368 که حمله به منزل آیت الله منتظری و خراب کردن و حصار دورش و حمله به کتابخانه و محل درس ایشون شروع شد، در واقع اسماعیل خطیب در سمت مسئول اطلاعات قم مجری بیچون و چرای باند احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و ری شهری وزیر اطلاعات وقت بود. سال 1370 خطیب رسما میشه رئیس اداره کل اطلاعات قم. از مهمترین کارهایی که در دوره او در قم انجام میشه 22 و 23 بهمن 1371 حمله سازمان یافته ایده از ماموران امام زمان و چماقدارا و اینا به خونه و کتابخونه و زخمی کردن 10 نفر در اون حمله از اطرافیان آقای منتظری، و بعد ساعت 10 شب حدود 1000 نفر نیروی نظامی با قطع برق و تلفن ها و با محاصره کامل منطقه با کندن درها به وسیله جلسقیل و شکستن شیشه ها به دفتر و حسینیه آیت الله منتظری حمله کردند و پس از این تهاجم آرشیو دفتر و اموال زیادی را به غارت بردند و ده ها نفر هم توسط اطلاعات قم به ریاست آقای خطیب بازداشت شدند. و بعد دوباره سال 1373 سخنرانی خامنه ای رهبر شده علیه خمینی که 68 مرد، خامنه ای رهبر شده علیه آیت الله منتظری در سال 73 و که سری اهانت ها کرد و اینها، حمله به خونه زندگی و دفتر کتابخونه آیت الله منتظری دوباره انجام شد. باز سال 76 یه بار دیگه تکرار همین حملات و بازداشت ها و اشغال حسینی آیت الله منتظری و حبس خانگی ایشون به اصطلاح رایج جمهوری اسلامی حصر آیت الله منتظری. مسئول رصد کردن این روند و حفاظت از وضع موجود به نفع مرجعیت خامنه‌ای که منتظری با صراحت او رو رد می‌کرد و مسئول پیگرد طرفدار آیت الله منتظری در همه این سال‌ها اسماعیل خطیب بود، رئیس اداره کل اطلاعات قم. در دوره ریاست اسماعیل خطیب در اداره کل اطلاعات قم در دهه 70 یکی از قتل‌هایی که به وحشیانه ترین شکلی انجام شد، خیلی وحشیگری ها کردن اینها در ترور ها در داخل و خارج از کشور، یکیش واقعا ترور قتل یک بانوی جوان دبیر دبیرستان در قم بود
16 اسفند 1374 فخرالسادات برقه‌ای در قم به قتل میرسه. دبیر دبیرستان شاهد در قم 31 ساله همسر پسرعموی مصطفی پور محمدی. همسر خانم فخرالسادات برقه‌ای به دو سبب با مصطفی پور محمدی نسبت فامیلی داشت. هم پسرعموی پور محمدی بود، مصطفی پور محمدی بود، و هم برادر زن او. فخرالسادات برقه‌ای به این دلیل کشته می شود که راز قتل احمد خمینی رو می دونست. در واقع به قول یکی از اطلاعاتی های سابق می گفت، خیلی صریح گفتن که چون او زیاد می دونه. احمد خمینی شاید بدانید در 25 اسفند 1373 به دست ماموران وزارت اطلاعات علی فلاحیان به قتل میرسه. سعید امامی در اعترافاتش به صراحت نوشته است که ببینید، یک برگ از بازجویی سعید امامی است، جلد 16 پرونده، صفحه 384. سعید امامی نوشته وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان وزیر اطلاعات بود به من ابلاغ کرد، مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه است و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند رحم کرد. 25 اسفند 1373 کار سید احمد خمینی رو تموم میکنن. یک سال بعد در 16 اسفند 1374 فخرالسادات برقه‌ای به قتل میرسه. فخرالسادات برقه‌ای یک زن 31 ساله قمی از دوستان خانوادگی سید احمد خمینی و خانواده او بود. او به عنوان دبیر کارمند وزارت آموزش پرورش با خانوادهش ساکن و شاغل در قم بود. شوهر او حسین پور محمدی با مصطفی پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات و معاون وقت علی فلاحیان وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی نسبت نزدیک خانوادگی داشت و این دو پسرعموی یکدیگر بودند. پس از درگذشت سید احمد خمینی، فخرالسادات برقه‌ای از زبان همسر سید احمد خمینی، یعنی مادر سید حسن خمینی، همون لبگلیه، فخرالسادات برقه‌ای از زبان همسر سید احمد خمینی خانم فاطمه طباطبایی اطلاع یافت که بنا به تصمیم کلان مدیران نظام سید احمد خمینی به قتل رسانده شده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است. فخرالسادات برقه‌ای این موضوع را به همسرش حسین پور محمدی و چند تا دیگه از اطرافیانش میگوید. بلافاصله قبل از همه شوهر او حسین پور محمدی به منظور تحقیق پیرامون صحت و سقمان این خبر را تلفنی با پسرعموی خود مصطفی پور محمدی طرح میکند. مصطفی پور محمدی نیز مطلب را به مافوق خود علی فلاحیان منتقل میکند. موضوع با مقامات بالاتر مطرح میشه و تصمیم به حذف سریع خانم فخرالسادات برقه‌ای گرفته میشه که این راز گسترده تر از این نشود، پخش نشه. کسی که راز این قتل سیاسی رو فاش کرد، منتها چند سال بعد آقای عمادالدین باقی بود. در ششمین قسمت از سلسله مقالات بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روزنامه خرداد، توقیف شده خرداد، 27 آبان قسمت ششم و 29 آبان 1378 قسمت هفتم، موضوع رو به عنوان قتل مشکوک مطرح میکنه آقای باقی و بعد میره در منزل مقتول و خیلی مفصل با جزئیات نوشته، من کلشو میگم. بعد در منزل مقتول در قم میره و در منزل پدر و مادر اونا با اونا گفتگوی مفصلی میکنه و متن گفتگو رو منتشر میکنه که بعدا در کتاب دو جلدی تراژدی دموکراسی در ایران هم منتشر شد. من باید خلاصه‌ای از آنچه منتشر شده است رو در این رابطه براتون بخونم تا نقش اسماعیل خطیب رو در یکی از تکان دهنده ترین قتل‌های سیاسی دهه 70 بدانید.
سید علی برقعی فرزند علی اکبر متولد قم، پدر فخر السادات برقعی مقتول، میگوید هنگامی که مطلع شدم این واقعه، یعنی قتل دخترم، رخ داده است، در منزل بودم، زنگ در خانه را زدن، متوجه شدم نوه ام در میزند، نوه 16 سالش. به من گفت بابا جان بیایید منزل ما، اتاق مادرم دود گرفته. من به سرعت دویدم، دیدم لبهای دخترم متورم است، حتی ترسیدم ببوسمش. پیش خودم فکر کردم که شاید به او سیانور خوراندن و یا مواد دیگری داده باشن. ناگهان چشمم افتاد و دیدم دست بچه هم از انگشتان تا پایین مچ آب شده و استخوان‌ها بیرون زده است. پایش هم تا مچ ترکیده و انگشت‌هایش سبز شده بود. تخت را که نگاه کردم دیدم موادی روی آن هست که آتش نیست، ولی مثل گازی که روشن باشد و کم کم بسوزد از هم میپاشد، چیزی مثل پودری که شیرکاکاو قاطی آن شده باشد. کسان چسبیده بوده به تخت. جسد رو به هر حال میبرن و بعد رئیس کلانتری میاد و آتش نشانه میاد و کار معمول خدماتی. بعد رفقا و همکاران من هم اینجا نشسته بودن، تقریبا ساعت 1:30 یا 2 بعد از نیمه شب بود. تماس گرفتند، اینجا گفته می شود تماس گرفتند، با مصطفی پور محمدی که در هیئت اعزامی که به عراق رفته و برگشته بودند و در سر پل ذهاب بودند، داشتن می آمدند تهران. گفتند به تهران نروید، به اینجا بیایید. صبح روز حادثه بود، دو تا پاترول آمدند و زنگ خانه ما را زدند. دیدیم رئیس اطلاعات قم اسماعیل خطیب هم داخل ماشین است و آقای خطیب با مصطفی پور محمدی رفتن توی آن اتاق، 2.5 ساعت در را بستند. بعد ما را بردن به خانه قبلی آقای فلاحیان در آن کوچه بنبست در همین نزدیکی که آن موقع فروخته بودند. ما رفتیم و دیدیم در آنجا آقای سلطانی فر فرماندار قم هم هستند، آقای پور محمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند. فردای روز واقعه ما را به آگاهی بردند، در سالنی نشستیم. بعد ما آمدیم و ما را بردند، بعد یکی از بعد بستگان ما که ایستاده بودن بیرون آگاهی به موازات شیشه داشتن نگاه میکردن. دیدم قاضی میلرزید و قدم میزد، نواری بود و نیروهای کشف جرائم. همه رؤسا نشسته بودن. قاضی گفت که آقای برقعی خوب گوش کن چه میگویم. من متوجه شدم تعادل ندارد. گفت اگر میخواهی آبرو و حیثیتت نرود این را امضا کن، طرف تو قوی است. من دیگر آمدم مدتی بعد، یعنی امضا نکرده و آمده، مدتی بعد یک روز آمدن گفتن که قاضی اصلی پرونده را رها کرد، پرونده را دادن به یک قاضی دیگری از تهران و خب هیچ وقت هم به جایی نرسید، حتی اسمی به جایی نرسید. در پزشکی قانونی تهران مقامی را میشناختم، با او تماس گرفتم و گفتم، چون اینا تقاضای کالبوچه کافی کرده بودن این خانواده، در پزشکی قانونی تهران مقامی رو میشناختم، با او تماس گرفتم، گفتم 4 ماه است که جواب کالبدشه کافی موادی که روی بدن بچه هم بوده نیامده. رفتم دادگستری، میگوین نیامده. گفت من تا 1 ساعت دیگر جواب میدم. 1 ساعت بعد تماس گرفت و با زبان بی زبانی گفت معذورم. تهران هم آمدم، سرگروهشان مرا شناخت، او هم رفت خود را بازنشسته کرد. آقای باقی، امام‌الدین باقی، سوال میکنه از پدر مقتول فخر السادات برقعی، سوال میکنیم که در طول این مدت از ابتدای جریان تا کنون هیچ وقت با آقای مصطفی پور محمدی معاون وقت وزارت اطلاعات که پسر عمو و شوهر خواهر دامادتان بود در این رابطه صحبت کرده اید؟ پدر مقتول میگه به هیچ وجه، اصلا اگر بگویید اینها کلامی به روی ما آوردند نیاوردند، یک گام رو به ما نیامدند. باز باقی میپرسه که ایشان، یعنی خانم فخر السادات برقعی مقتول، دبیر بودند، آیا قبل از این اتفاق حرف خاصی در جایی زده بود یا موضع‌گیری کرده بود؟ پدر مقتول جواب میده من فکر میکنم که شاید از آنهایی که رفت و آمد خانوادگی داشتند حرفی را شنیده و در جای دیگری آن را گفته است. همون چیزی که بعدا، خب طبیعتا این فقط سطح قضیه است برای انتشار و آنچه که زیر پوست این واقعیت بود، حقیقت ماجرا این که همون ماجرای فاش کردن ناخواسته قتل احمد خمینی بوده است که
اول همسر احمد خمینی خانم طباطبایی به خانم فخر سادات برقی میگوید و خانم برقی هم به کسان دیگری میگوید و باعث می شود که بلافاصله ایشون رو به این شیوه وحشیانه از سر راه بردارن و در تمام این جنایت اسماعیل خطیب از بانیان این جنایت در واقع بود و دست در کاران اون. عماد باقی که دنبال این جنایتی گرفته بود سال 79 محاکمه شد، 3 سال رفت زندان، باز در دهه 80 محاکمه شد و رفت زندان. در مجموع بیش از 5 سال عماد الدین باقی زندان بود. یکی از شاکیان عماد باقی علی فلاحیان بود و یکی دیگرشون اسماعیل خطیب. ایشون الان وزیر اطلاعات. یادم رفت بگم که 2 نفر رو در رابطه با پرونده این قتل مثلا بازداشت میکنن، میندازن زندان که بگن همه چیز داره به دقت پیگیری میشه و قانون حاکم است و اینا. بعد از 8 ماه قاضی پرونده میگه اشتباه شده، اینا قاتل نیستن. قاتل هم نبودن اونا، چه میدونم، شاید هم بودن به هر حال، ولی میدانیم که اونا اگر هم قاتل بودن در قتل دست داشتن، از این قاتلان کرایه‌ای که پول بهشون میدن این کارو میکنن. معمولا وزارت اطلاعات در ایران این کارو نمیکنه، خودش گروه های ضربت خودشو داره و نمیتونن. حتی اون 2 نفری هم که بازداشت شده بودن جزء گروه ضربت وزارت اطلاعات بوده باشن، اینو الان دقیقا فلاحیان میدونه و خطیب که در واقع دستور دهندگان و آمران و سازمان دهندگان این قتل بودند و پور محمدی بی تردید. باری خانواده مقتول زیر فشار تهدید مداوم اداره اطلاعات قم، یعنی همین اسماعیل خطیب، بالاخره سکوت میکنن دیگه بعد از انتشار آنچه هایی که بنده عرض کردم خدمتتون. مجتبی زنوری نماینده مجلس در اون نمایش رأی اعتماد به خطیب 31 شهریور 1400 که عرض کردم مثالی میزنه از توانایی خطیب در پیوند دادن اطلاعات قم با دستگاه‌های امنیتی کشور در رفع و رجوع کردن بلواهای طرفداران مصباح یزدی در قم و از جمله در سال 85 سخنرانی رفسنجانی. ببینیم. زمانی که جلسه سخنرانی مرحوم آقای هاشمی در مسجد اعظم قم 15 خرداد 85 به هم خورد، 85 این اتفاق که افتاد، قوه قضاییه فشار سنگین داشت، شخص آقای هاشمی روزانه پیگیری میکردن، وزارت اطلاعات فشار داشت، بارها ما در جلسات که خود ما هم مدافع اون بچه ها بودیم که آزاد بشن، بارها تو جلسات شنیدیم از آقای خطیب که میگفت در مقابلی فشارها من به دنبال اینم که چجور میشه مدیریت کرد که همین فشارها جواب داده بشه، همین بچه ها آسیب نبینن. چرا اون برشون نمیگید وقتی این بچه ها محکوم شدن؟ چرا یه احکام هیچیش اجرا نشد؟ هیچ کدومش اجرایی نشد. خیلی موارد بوده در جمهوری اسلامی که اعلام کردن فلان کسو گرفتیم، دادگاهی کردیم، بهش انقدر حکم زندان دادیم، بعد اجرایی نشد به قول آقای زنوری. معلوم شد که همه اینا نمایش بوده. مثالای دم دستی خدمتون عرض میکنم، از سعید عسکر زاره به سعید حجاریان در اون عملیات ترور حجاریان مشهور به توریسیان اصلاحات یا مغز متفکر اصلاحات در اسفند 78 ترور شد حجاریان به دست همین سعید عسکر. دادگاه حکم 15 سال زندان بهش داد اما عفو ملوکانه آزادش کرد. تا سعید مرتضوی قاتل جوانای مردم و زهرا کاظمی عکاس ایرانی تبعه کانادا که همه اسناد نشون داد که قاتل سعید مرتضوی بوده، حتی قتل غیر عمد بگوییم. حالا تا عاملان قتل‌های سیاسی دهه 70 و ترورهای سیاسی دهه 70 60 و 70 که همه از مدیران وزارت اطلاعات بودن، من مثلا
دادگاهیشون کردن تو اون دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای فلان و محکوم شدن، ولی همشون سمت‌هاشون رو دارن تو حکومت، به نظام مقدس دارن همچنان خدمت میکنن، حتی در مناصب بالاتر، تا محکومان پرونده فسادهای اقتصادی مثل محسن پهلوان پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس ابد محکوم شد مثلا، بعد بهمن 98 عکسش تو فرودگاه کیش منتشر شد. این واقعیتی رو که زنور نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس میگه معنای تبعیت دستگاه قضایی است از بازجویان اطلاعات و از مسئولان امنیتی این شهر و اون شهر. دیگه اگه موضوع گنده باشه که مستقیماً بیت. مثل دقیقاً ماجرای سعید طوسی که مربوط میشود به آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر همین دولت رئیسی که در یک برنامه باز به این غلام حسین اسماعیلی خواهم پرداخت، پرونده سعید طوسی که میگه وقتی گنده بشه به بیت مربوط میشه، کی بست؟ سعید طوسی همه اسناد نشون میداد که محکومه، مجرمه. کی بست؟ بیت. با دستور بیت بسته شد، پرونده مختومه شد. خب این هیچ ربطی به قانون اساسی خودشون نداره که میگه قوه قضاییه مستقل است و همه در برابر قانون یکسانند و قاضی نباید تحت تاثیر هیچ کس و هیچ جریانی قرار بگیرد. چه ربطی داره اصلا قانون و حتی قانون اساسی خودشون در اعمال سلطه به نام جمهوری اسلامی ایران بر مردم؟ اسماعیل خطیب اواخر سال 88 از اطلاعات قم میرود به بیت رهبرش خامنه ای و میشه مسئول حفاظت بیت. از جمله کسانی که صادق لاریجانی میاره به قوه قضاییه همین اسماعیل خطیبه. سریع بگم تاریخچه در واقع کار و زندگیش در جمهوری اسلامی. سال 91 با حکم صادق لاریجانی خطیب میشه رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. تا اوائل سال 98 یعنی در بیشتر سالهایی که ابراهیم رئیسی دادستان کل کشوره و معاون اول قوه قضاییه است، یعنی در بیشتر سالهایی که فساد ساختاری در قوه قضاییه با مدیریت یک معاون دیگه صادق لاریجانی، اکبر طبری، معاون اجرایی وقت قوه قضاییه به اوج میرسه، اون موقع آقای خطیب رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. بیشتر مواردی که به عنوان اتهام در پرونده اکبر طبری مطرح شده مربوط است به سالهای 90 تا 98، درست زمانی که آقای اسماعیل خطیب رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. از هر طرفش میگیرین حالش خوبه این آقای خطیب. یکی از کارهای منطقه این کلش کار میکنه در اینکه چجوری از کجاها حرکت بکنه. یکی از کارهای نخنمایی که میکنه البته و دیگران نمیکنن، در همین حد میگم کلش کار میکنه که دیگران نمیکنن، این انجام داد. تو همین سالها که مسئول اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، گزارشی منتشر کرد، گزارش سالانه سال 95 از آمار دزدی ها و رشوه ها در قوه قضاییه. چرا این آمار رو منتشر میکنه؟ برای اینکه خودش و مسئولان دستگاه قضایی رو مبرا نشون بده و مثل دوزه که میدوید و داد میزد آی دوز آی دوز رفتار کنه. مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضایی در گزارش عملکرد در 60 سال 1395 از کشف 152 هزار میلیارد ریال موارد تخلف در این قوه خبر داده که 150 هزار میلیارد آن فقط به 344 مورد کارچاقکنی مربوط می شود. اینجونن خب آدم ها که دیگه این رفته اینا رو در آورده دیگه، فهرستشون هست. چی شدن؟ یه میگم آنها این کارا رو چرا میکنن اینا؟ اصلا عرض کردم نه برای حکومتی ها، اونا که میدونن، خودشون که میدونن ماجرا چیه، برای مردمی میکنن که هر روز با دستگاه قضایی سر و کار دارن، از رشوه گرفتن ها و سوء استفاده های مالی و جنسی قضات و مدیران این دستگاه فاسد خبر دارن و ذله شدن.
این گزارش عمل کرد و چاپ میکنن که بگن ما نیستیم، یه کسای دیگه هم تو این دستگاهی که ما هستیم. چاپ میکنن تا بعدن آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه میشن تشبیه بیارن بگن 200 قاضی متخلف رو برکنار کردیم. یعنی قوه قضاییه از فساد و مفسد پاک شد، الحمدلله. الان هم که پاک پاک. اصلا برخورد با فساد به قول آقای خامنه ای از زمان صادق لاریجانی شروع شده بود. بعد من نمیم این آمار سال 95 که حفاظت اطلاعات قوه منتشر میکنه و میگه 152 هزار میلیارد ریال موارد تخلف در این قوه هست، پس چجوری اومده؟ باری اکبر طبری به عنوان نماد کارچاخ‌کنی و فساد در قوه قضاییه لااقل بر اساس آنچه هایی که خود حکومت منتشر کرده 23 تیر ماه 98 توسط اطلاعات سپاه بازداشت میشه، همون موقعی که اسماعیل خطیب از حفاظت اطلاعات، دقت بفرمایید، موقعی که یعنی اکبر طبری معاون اجرای قوه قضاییه 23 تیر 98 توسط اطلاعات سپاه تو خونه صادق لاریجانی بازداشت میشه. خب همون موقع آقای اسماعیل خطیب از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل میشه به آستان قدس رضوی، میشه مسئول حفاظت اونجا، از قوه قضاییه میره. چرا حالا آستان قدس رضوی؟ عرض کردم در مقدمه، چون خود رئیسی تا سال 98 تولیت آستان قدس داره و به بعدیه به مروی که داره میاد جاشو بگیره اسماعیل خطیب رو میده، برش میداره از اونجا که بشه سرپرست اداره کل حراست آستان قدس تا بعد پسش بگیره. فعلا تا این اکبر طبری گرفتن آب از آسیاب نیفتاده هنوز تو قوه قضاییه نباشه، اسمش هم از پرونده طبری پاک میکنن. بعد که آب از آسیاب میفته برش میگردونن. ببینین اینا چجوری هوای هم دیگر رو دارن. بی خود سیاه خونده 43 ساله دارن حکومت میکنن. غلام حسین رضوانی نماینده مجلس تو همین نطقش در مخالفت با اینکه اسماعیل خطیب بشه وزیر اطلاعات در سیه که شهریور 1400 ماجرای همین اکبر طبری رو پیش میکشه. ایشون در کمیسیون به درستی گفتن که در طول زندگی کار اطلاعاتی کردن و میدانیم که چندین سال در حفاظت قوه، آن هم در دورانی که هویت روشن‌تر و اختیارات بیشتر پیدا کرده بود رئیس بودند، اما اقدام نشده، به طوری که حتی در ماجرای طبری بعضی ها در دفاع از ایشان توجیهات غیر قابل قبولی ارائه می نمایند. آیا ترک فعل های در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ میگه زمانی که پرونده طبری بالا آمد و از هر زمان دیگر حضور رئیس حفاظت اطلاعات قوه لازم بود، که راست میگه ظاهرا قاعدتا آقای خطیب غیب شدن نبودن، ترک فعل کردن به بیان ایشون غیب شد. خطیب به عنوان یکی از آدمای صادق لاریجانی در دستگاه قضایی معروف بود و هست، اصلا او آوردش کردش رئیس حفاظت اطلاعات قوه سال 91. یک مثال فقط بزنم از روابط خوب و پیوند این دستگاه امنیتی اطلاعاتی، از روابط خوب لاریجانی ها با اسماعیل خطیب، اینکه از پیام های تسلیت اندکی که برای خطیب رفت وقتی زنش مرد، پیام تسلیت رئیس دفتر علی لاریجانی بود، شهریور 1395 زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود و جعفر صحرارودی تروریست و قاتل دکتر عبدالرحمن قاسملوی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین رئیس دفتر علی لاریجانی بود. رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در گذشت همسر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را تسلیت گفت. این گذشته خطیب که هم
به قول معروف آدم صادق لاریجانی بوده در دستگاه قضایی و هم قبلش در اداره اطلاعات قم آدم مستقیم بیت رهبر بوده و آخوندهایی که با ولایت فقیه مطلقه فقیه آقای خامنه ای زاویه داشتن اونا رو آزار داده و زندانی کرده و غیره، و هم فشارها بر آیت الله منتظری و خانوادهش و به هم زدن درس و بحث و مدرسه و کتابخونه ایشون به عنوان مدیر اداره اطلاعات قم مدیریت کرده و تهدیدها علیه خانواده منتظری و خانواده بقیه روحانیون مخالف ولایت فقیه خامنه‌ای و اصولا حکومت دینی، اینها همه نشان میدهد که خطیب قبل از هر هویتی یک بله قربانگوی بیت پیشوا و شخص خامنه‌ای است. و در شرایطی در زمانی که امروز مفهوم دولت و رئیس جمهور انتخابی از هر زمان دیگر کم رنگ تر شده در ایران، کسی که هم تابع بیت باشه و هم تابع حسین تائب اطلاعات سپاه و هم خودش از برخورد با لاریجانی ها کنار بکشه، مخصوصا که علی لاریجانی نماینده رهبر است در میدونید قرارداد با شرق، قرارداد 25 ساله با چین و در کل سیاست با شرق، بدیهی است که مناسب ترین گزینه برای وزارت اطلاعات همین آدم باشه، به ویژه که از داخل حوزه علمیه قم و به اصطلاح بیوت علمای قم و چند و چون مخالفت احتمالی طلبه های قم با حکومت و شخص خامنه ای اطلاع کافی داره. 20 سال تو اون شهر تمام اینا رصد کرده، مسئول اطلاعات قم بودن، قم بوده که 16 سالش رسما رئیس اداره کل اطلاعات قم بوده، اونم در زمانی که مخالفت های آشکار و نهان با خامنه ای چه در پیوند با آیت الله منتظری و چه بعدها در حوزه علمی و بین مراجع تقلید سنتی و حکومتی گسترش پیدا میکنه و این آدم مدیر جمع جور کردنش بوده. خب اینا اهمیت خاصی داره. سخنرانی خامنه ای یک سخنرانی سال 73 بود فکر میکنم در حوزه علمی قم که علیه آخوندهای غیر حکومتی صحبت میکنم، میگه آخوند انقلابی آخوند حکومتی است، خیلی مهمه. زمانی که خطیب در اونجا رئیس اداره کل اطلاعات بود و از خامنه‌ای خط میگیره برای چگونگی برخورد با بقیه روحانیون. باری وقتی که اردیبهشت سال 91 صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با صدور دو تا حکم محمد باقر ذوالقدر رو به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه و اسماعیل خطیب رو به عنوان رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب میکنه، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه است. رئیسی در مراسم معارفه خطیب ببینید چی میگه. اون موقع ها اردیبهشت 91 میگه آیت الله آملی لاریجانی از بین گزینه هایی که مطرح بود بهترین گزینه را برای ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انتخاب کردند که هم آشنای به قوه قضاییه و هم آشنای به یک کار حفاظتی و اطلاعاتی هستند. آقای خطیب در دفتر مقام معظم رهبری اشتغال دارند و به سهولت امکان نداشت این جابجایی صورت بگیرد، ولی با پیگیری های شخصی آیت الله آملی لاریجانی این کار صورت گرفت. به همین دلیل بود که قالیباف در نمایش رأی اعتماد به وزرا به اسماعیل خطیب از جایگاه رئیس مجلس گفت حرف زیادی موقوف، خطیب و رهبر تایید کرد. در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارن و این مسئولیت رو قانون اساسی بر دوششون گذاشته و روال هم این گونه است که در این خصوصیت دولت‌هایی که کار را انجام میدن اونها وقتی افراد رو مشخص میکنن این هماهنگی رو حتما انجام میدن و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. هر حال جناب آقای رئیسی حداقل دوستان به نقل از دیگران اگر دارن نقل قول میکنن، حداقل بنده من خدمتشون بودم در این موضوعات، ایشون فرمودن این وزرایی که تو این بخش و از وظیفه قانونی من اینا رو خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشون هم موافقت کردن. این روشنه دیگه، حالا کسی از جایی نسبت میده این کار رو انجام میده اینا حرف اضافی است. نفر بعدی بس دیگه.
بعد از صحبت‌های قالیباف، میرزایی نماینده مجلس میاد در مخالفت، هم با خطیب حرف میزنه، در مخالفت با خطیب حرف میزنه و هم با در مخالفت با حرفای قالیباف. موافقت یا مخالفت حسین میرزایی نماینده مجلس با وزیر اطلاعات شدن خطیب البته اصلا مهم نیست، چون قرار وزیر اطلاعات بشه. مهم این است که برای اولین باره که میشنویم یک نماینده مجلس با صراحت از خیلی جالبه این تیکر رو بشنوین، از چشم و گوش بسته بودن نماینده های مجلس با صراحت میگه و به این بندگی و استبداد آشکار و خالی بودن نام مجلس و مسخره بودن نمایندگان مردم ببینین چجوری افتخار میکنه. همکاران گرامی، آیا رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی از بین گزینه های پیشنهادی برای وزارت اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیدند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می گذارد. اگر معظم الله کسی را تایید فرمایند، مجلس یک پارچه به او رأی می دهد و اگر کسی را رد فرمایند، مجلس یک پارچه او را رد می کند. به قول مصباح یزدی، مردم اونجا چی کارن؟ اینا نماینده های کی هم پس؟ نماینده های مردم هم؟ خانه ملت رو ببینین. مشکل این شخصی که دیدین چی بود اسمش؟ حسین میرزایی. مشکلش این نیست که معظم اللهش هرچی بگه نمایندگان مردم هم باید همینو بگن. مشکلش اینه که معظم اللهش اینو نگفته، نگفته که این خطیب به قول خودش. بعضیا میخوان الکی از اسم معظم اللهش سوء استفاده کنن. اما اگر کسانی به لطایف الحیل برخلاف واقع تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند، گرفتار زن به لایغفر شدند. همکاران گرامی، در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید جناب حجت الاسلام آقای خطیب از سوی حضرت آقا مطرح شد. این خبرها به زبانهای مختلف بیان شد. بعضی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به محضر حضرت آقا عرضه داشتند، معظم الله انگشت خود را روی اسم آقای خطیب گذاشتند. مشکلش اینه که انگشت معظم الله اونجا نبوده. مشکلش اینه، بی خودی میگن رو اسم خطیب گذاشتند آقا انگشتشونو. مشکلش اینه، این نماینده یک ذهنیت قدسی برای رأس هرم قدرت تعریف کردن یا آخوندا و 43 سال این حکومت قداستی در ذهن و زبان همه کسایی که با اون رأس هرم آویزون شدن در واقع مدام داره میچرخه. این معیار شایسته سالاری در جمهوری اسلامی. و الان که جمهوری اسلامی در پایین ترین سطح محبوبیت در 43 سال گذشتش در بین مردم، بسا در خارج از ایران در سطح بین المللی هم داره دست و پا میزنه تا به هر وسیله ممکن خودشو حفظ بکنه، وزیر اطلاعات دولت ساخت پرداخته بیت رهبر برنامش، یکی از اصول برنامش جاسوس پروری در اعماق جامعه است. یکی از وظیفه‌های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی رو انقلابی و اطلاعات رو مردم پایه کنه و مردم در تأمین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند. اسماعیل خطیب در رؤیای ایجاد تشکیلات اطلاعات 20 میلیونی است که اون موقع با اون جمعیت آیت الله خمینی میگفت. اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید، خودتون توجه کنید و اطلاع بدید.
یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خب در قرآن می‌فرماید که ولا تجسسو، راست قرآن فرموده است، مطاعم هست امر خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایه چیز هاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا میشد که خب جاسوسی که خوب نی، جاسوسی فاسد خوب نی، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دولت ابراهیم رئیسی برجسته تر از دولت‌های پیش از خودش در تلاش این است که برگردونه اوضاع رو به دوران طلایی امام، به قول بعضیا، و این تشابهی که دیدین در سخنان خطیب در نگاهش به وزارت اطلاعات با آنچه که خمینی گفت دقیقا از همینجا ناشی میشه و دشمنی سر جنگ داشتن در واقع دولت رئیسی و چگونگی چیدن کابینه هم با جهان باز در همون نگاه خمینی خیلی شباهت است. بذارین یه تیکه براتون بخونم در این فرصت کوتاهی که داریم. خطیب با سابقه کار در اطلاعات سپاه از سال 59 چهره خواهد بود که احتمالاً بنا به نظر علی خامنه‌ای به رقابت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به نفع میدان خاتمه خواهد داد. نکته مهم و چالش برانگیز دیگر در سوابق اسماعیل خطیب دوره مسئولیت او در بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. این دوره دقیقاً با اوج فعالیت اکبر طبری و جریان وابسته به وی در این قوه همزمان بوده و اما آنچه مهم است این است که اگر موضوع حل مناقشه دو سازمان اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهیم، اطلاعات سپاه و اطلاعات، شاید بتوان برای انتصاب خطیب به وزارت اطلاعاتی دولت رئیسی توجیهی تراشید. یعنی در دولت رئیسی آشکارا سرکوب مردم بسیار مهمتر است از مبارزه با فساد. بریم پرده آخر. یک شاعری بود در نجف از نسل بزرگ صحابه رسول خدا، ابن انجدن شیعه و ابن انجدن شاعر، شیعه قدیمی 700 ساله تو نجف شعر میگو مال امیرالمومنین. این خلعی تازه شیعه شده اومد اونجا یک شعری گفت مال امیرالمومنین. اون گفت قصده من بهتر است، اون گفت نخیر از من بهتر است. این تازه رسیده ابوالحسن علی ابن عبدالعزیز الخلعی، خلعت هدیه کادو، گفت از من بهتر است، گفت نخیر، گفت میریم میذاریم مقابل امیرالمومنین. هر چی آقا قضاوت کرد قبول میکنه، گفت بله بله. اومدن قصیدهشون هر کدوم گذاشتن رو قبر امیرالمومنین، شب گذاشتن، صبح اومدن دن به خط طلا زیر قصیده ابوالحسن خلعی نوشته است احسن. این رنجیده شد، گفت یا علی ما قدیمی 700 سال شیعه را به این تازه تونی تازه وارد فروختی، شب آقا رو خواب دید فرمود این تازه اومده، بود میگلش دارم در نره، اصیل قدیمی هستی در نمیری، مثل شما که در نمیری. کربلا یا جاموندا سیل زورا. شب و روزگار خوش.